اما بریم به دنیای سلامت و بحث شیرین رژیم سالم غذایی و نمک که متاسفانه من خودم عاشقشم. بنا به آمار سازمان جهانی بهداشت، سالانه 5,800,000 مرگ ناشی از فشار خون بالا در دنیا اتفاق میفته و همین فشار خون بالا یکی از عوامل اصلی بروز سکته و بیماری‌های قلبی و کبدی هم هست. از طرف دیگه نتایج تحقیقی که به تازگی منتشر شده نشون میده که تعداد مبتلایان به فشار خون در گروه سنی 30 سال به بالا طی 30 سال گذشته در جهان دو برابر شده. این تحقیق که از سال 1990 تا سال 2019 در 184 کشور دنیا و بین افراد 30 تا 79 سال انجام شده نشون میده که تعداد افراد مبتلا به فشار خون از 648 میلیون نفر در سال 1990 به 1,300,000,000 نفر در سال 2019 رسیده. نگران کننده تر این که 41% از زنان و 51% از مردان مبتلا به فشار خون بالا خودشون اصلا خبر ندارن و در واقع بیشتر از نیمی از افراد مبتلا حتی مورد درمان هم قرار نگرفتن، در حالی که درمان فشار خون معمولا ارزون و آسونه و رژیم غذایی سالم و کم نمک و ورزش هم خیلی در کاهش فشار خون موثرن. میگن ما غذایی هستیم که میخوریم. خب بیاین با چند تا مثال ساده ببینیم دقیقاً این غذاها چقدر میتونن روی سلامتی و طول عمر ما تاثیر بذارن. تحقیقی که به تازگی با بررسی حدود 6000 غذا انجام شده نشون میده که مثلا خوردن یک وعده آجیل حدود نیم ساعت عمر سالم ما رو بیشتر میکنه و خوردن هر وعده ماهی سمون 16 دقیقه به عمر سالم ما میافزاید. در عوض خوراکی هایی مثل نوشابه، پیتزا، بیکن و چیزبرگر از عمر ما کم میکنن. فقط خوردن هر وعده هات داگ 36 دقیقه از عمر سالم ما کم میکنه. He's got the swag. Joey Chestnut, of course, already on a pretty comfortable lead here, not halfway. When he set the record, by the way, for margin of victory, 33 hot dog and bun margin. فقط تصورشو بکنید که این قهرمانای هات‌داگ خوری که دیدید تو هر مسابقه چقدر از عمر سالمشون کم میشه. یا نوشابه‌های گازدار در هر وعده میتونن 12 دقیقه از عمر ما کم کنن. پس اگر به جای گوشت‌های فراوری شده بتونیم حدود 10% از کالری روزانه‌مون رو از طریق آجیل و میوه و سبزیجات تامین کنیم، حدود 48 دقیقه زندگی سالم برای خودمون پس‌انداز کردیم. سخته ولی ظاهراً چاره‌ای نیست. این رو هم باید گفت که اگر بخوایم که دائم استرس داشته باشیم و نگران هر لقمه‌ای باشیم که تو دهنمون می‌ذاریم و تمام حساب کنیم چقدر برامون ضرر داره، همین استرس و نگرانی هم برای سلامتی ضرر داره. به نظر میرسه بهترین راه همونه که همیشه میگن، رژیم غذایی سالم و کم کردن نمک و ورزش. یکی دیگه از عوارض تغذیه ناسالم میتونه سرطان باشه. از امروز در بریتانیا بزرگترین تست بالینی آزمایش خون جدیدی به اسم گالری شروع شده که میتونه سرطان رو تشخیص زودرس بده و این آزمایش میتونه تحولی در تشخیص و درمان سرطان باشه. شهرام کردستی، استاد و مدیر کل ایمنی شناسی سرطان کینگز کالج از لندن به ما پیوسته. آی دکتر، آیا میشه گفت با این طرح جدیدی که در حال انجام شدنه، اگر که تایید بشه، انقلابی شکل گرفته در تشخیص و درمان سرطان؟ بله، اول من تصدیق بکنم، من مدیر کل سرطان شناسی نیستم، من مدیر گروه ایمنی شناسی سرطان هستم. متشکرم. این دقیقا همینطوره. ببینید، قبلا یعنی تا الان هم تست های ژنتیکی که انجام میتونه بشه و این تست ها یک ژن خاصی رو به شما میگن که دچار جهش هست یا نیست، بنابراین خطر ابتلا به سرطان بیشتر یا کمتر. این رو خب قبلا هم بود. کاری که در این کارآزمای بالینی قرار انجام بشه، گالری در کینگز کالج داره انجام میشه، چون سلول‌های سرطانی وقتی تقسیم میشن اینها قطعاتی از دی ان ای خودشون رو آزاد میکنن و این قطعات در خون میتونه بچرخه. روشی که در این مطالعه قرار انجام بشه این هست که این دی ان های آزاد رو میتونن با روش های خیلی حساسی مثلا جدا بکنن و اندازه بگیرن و وجود اینها میتونه نشون بده که در مراحل اولیه سرطان هستیم. و این مهمه به خاطر اینکه در حال حاضر مهمترین کار برای ما این هست که پیشگیری
و تشخیص زودرس سرطان که ثابت شده که بهترین راه هست برای اینکه بتونیم یک عمر طولانی و طبیعی به یک فرد سرطانی بدیم. و این روش یکی از اولین کارآزمایی‌های بالینی هست که در حدود 140 هزار نفر قرار انجام بشه که کارایی اون رو نشون بده. ممنونم از شما شهرام کردستی، مدیر گروه ایمنی‌شناسی سرطان کینگز کالج از لندن با ما بودید.